اگه شخص بیهوش باشه باید چه کار کنیم؟ اول از همه حواستون باشه که جاتون امنه، دور از خیابون و خطر، تا با خیال راحت بتونید به مصدوم کمک کنید. اول باید چک کنید ببینید اصلا به هوش هست یا نه. باش حرف بزنید، شونه هاشو تکون بدید. اگه به هیچ کدوم جواب نداد یعنی بیهوشه. بلافاصله چک کنید ببینید خونریزی داره یا نه. اگر نشونه خونریزی مشخصی رو ندیدید، بعد از اون راه تنفسش رو چک کنید. اول از همه توی دهنش رو نگاه کنید ببینید چیزی توش هست یا نه. اگه خون بالا آورده یا هر مایعی تو دهنش رو سریع خارج کنید، وگرنه راه نفسش رو می‌بنده. تنها کاری که باید بکنید اینه که به سمت پهلو برش گردونید تا مایعات از دهنش خارج بشه. زبان مجروح هم توی بیهوشی ممکنه راه گلو و تنفسش رو ببنده. وقتی فرد بیهوش میشه همه مایچه‌ها شل میشن. زبان هم یه مایچه است، میتونه عقب بره و پشت گلو رو ببنده. برای رفع این مشکل تنها کاری که باید بکنید اینه که سر مصدوم رو جابجا بکنید تا زبونش از پشت گلو دور بشه. یه دستتون رو بالای سرش بذارید و انگشتاتون رو اینجا روی چونه. سرش رو به سمت عقب و چونه رو به سمت بالا بکشید. اینجوری زبون سفت کشیده میشه و نمیتونه پشت گلو بره. حالا راه تنفس بازه و مصدوم باید بتونه نفس بکشه. تو مرحله بعد باید تعداد نفس‌های مصدوم رو چک کنید. ساده ترین راه اینه که دستتون رو اینجا بذارید. اینجا انتهای قفسه سینه است. ببینید دستم با نفس‌هاش سریع و راحت بالا پایین میره. درسته که این فرد بیهوشه و اطراف هم احتمالاً اوضاع آروم نیست، اما باید حواسمون باشه که حتماً حداقل 10 ثانیه نفسش رو چک کنیم. توی 10 ثانیه باید حداقل 2 بار نفس بکشه. این یعنی وضع تنفسش مشکلی نداره. یادتون باشه که توی این وضعیت باز هم احتمال داره که زبون فرد دوباره به عقب بره. اگر کنارش نیستید و مجبورید از محل دور بشید، بهترین کار اینه که به پهلو بخوابونیدش. چطوری؟ خیلی آسونه. حتی اگر جثه‌اش از شما بزرگتر باشه، روش‌های ساده‌ای برای این کار هست. برای مثال الان یه دونه‌ش رو نشون میدم. این دستی که بهتون نزدیک‌تر هست رو بیارید بالا و یه کمیش یه جوری بذارید زیر سرش که گیر کنه. مهمترین کار اینه که پایی که ازتون دوره رو بگیرید و اینجوری زانو رو به بالا خم کنید. خوب انگشتای پا زیر اون یکی پا بره. حالا این زانو مثل یه اهرمه که تا لگن میره. اینجوری کمک می‌کنه که بغلتونیدش. آخرش اون دستش رو هم اینطوری بذارید روی صورتش تا وقتی میچرخونیدش صورتش به زمین نخوره. اصل کار رو این زانو انجام میده. به پایین بکشیدش و اینجوری بدن میچرخه بدون اینکه اصلا انرژی زیادی ازتون بگیره. مطمئن شید که زانو روی زمینه. اگرم یادتون بود این پا رو بیارید بذارید اینجا. اگه پا رو اینجوری خم کنید دیگه به این سمت هم نمیتونه غلط بخوره. تو این حالت اگه بالا هم بیاره از دهنش میریزه بیرون. جاذبه هم زبونش رو جلو نگه میداره، نمیذاره برگرده عقب. اگر میتونید پیشش بمونید و مراقب تنفسش باشید، ولی اگر باید برید و به بقیه کمک کنید یا موقعیت محیط خطرناک شده، این وضعیت امنیه برای مصدوم. اگه مصدوم بیهوش باشه ولی نفس نکشه چی؟ اگه فرد بیهوش نفس نکشه، یحتمل باید براش CPR یا احیای قلبی ریوی انجام بدید. روشیه که یاد گرفتنش نسبتاً آسونه. وسط قفسه سینه رو پمپ میکنیم. میشه بیشتر توضیح بدین؟ حتما، جوزف رو دوباره به این حالت برمیگردونم. باید مرکز سینه رو پیدا کنم. اول دوتا زیر بغل رو با یه خط فرضی به هم وصل کنید، بعد یه خط عمودی از وسط بدن. تقاطع این دو خط همون جایی هست که دنبالشیم. یه دستتون رو بذارید روی اون نقطه، دست دیگه‌تون هم بذارید روی اون دست. به جلو خم شید و با وزن بدنتون به سینه‌اش فشار بیارید. بسته به اندازه و جثه فرد، به اندازه 1/3 عمق قفسه سینه‌اش به داخل فشار بدید و ول کنید. در هر ثانیه 2 بار، اونم بارها و بارها تکرارش کنید. 2 بار در ثانیه. همزمان از بقیه هم باید بخوایم که اورژانسو خبر کنند. امیدوارم بقیه که دور و برتونن بتونن برای کمک تماس بگیرن. کسی که CPR میگیره برای زنده موندن به مراقبت‌های پزشکی جدی نیاز داره.